سازمان جهانی بهداشت در گزارش تازه خود گفته است که روزانه 24 مادر و 167 نوزاد در افغانستان به دلایل مرگ و میر قابل پیشگیری جانشان را از دست می دهند. در گزارش این سازمان که روز یک شنبه 20 خرداد منتشر شده آمده است که شدیدترین عواقب وضعیت بحرانی بهداشتی در افغانستان را زنان و کودکان متحمل می شوند. سازمان جهانی بهداشت افزوده است که شهروندان افغانستان یک نظام بهداشتی ناپایدار را تحمل می کنند و با سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که وضعیت اسفبار زنان افغانستان به دلیل دسترسی محدود دختران و زنان به تحصیل و معیشت بدتر شده است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور حدود 9 میلیون و 500 هزار نفر که در بیش از 20 هزار روستا زندگی می کنند هنوز دسترسی محدودی به اولیه ترین خدمات بهداشتی دارند یا اصلا دسترسی ندارند. این سازمان همچنین گفته است که تعطیلی مراکز بهداشتی تأثیر مخربی بر دسترسی بیش از 3 میلیون نفر به مراقبت‌های بهداشتی از جمله بیش از 600 هزار کودک زیر 5 سال و بیش از 240 هزار زن باردار و شیرده داشته باشد. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل. با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای دکتر مصباح، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم. لطفاً با توجه به اشراف شما نسبت به مسائل بهداشتی و پزشکی در افغانستان، نظر خودتون را در رابطه با گزارش سازمان جهانی بهداشت و وضعیت موجود در افغانستان در این زمینه بیان بفرمایید. رحمان الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. بله، همچنان که شما فرمودین که وزارت ببخشین سازمان جهانی بهداشت این خبر را و این اطلاعیه را منتشر کرده که در افغانستان روزانه 24 مادر و تعداد 167 نوزاد و کودک بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود از دست میدن. خب این خبر یک خبر تکان دهنده و مایه تأسف است. در کشوری که حداقل 30 میلیون جمعیت فعلا درش حضور داره و بگذاریم از این که بیشتر از 10 میلیون این جمعیت در بیرون از کشور مهاجر هستند، وقتی یک چنین ارقام و آماری بیرون داده میشه نشان از وضعیت اسفبار بهداشتی در سطح کشور است و علتش هم که میشه فقر و سوء تغذیه چنان که عنوان شده دانست، و فقر و سوء تغذیه بر اثر پایین آمدن سطح درآمد خانوار در سطح مملکت است و متاسفانه آمار مصابیت و بیماری های دیگر هم و خیلی زیاد وجود داره، هنوز برون داده نشده، اما آنچه که بسیار بولد شده و برجسته شده همین موضوع مرگ و میر مادران و کودکان در سطح افغانستان است. این مشکل یک مشکل بزرگی هست و می طلبه که سازمان جهانی بهداشت و همچنین سازمان های بهداشتی دیگر که در عرصه صحت و سلامت دستن در کار هستند پا پیش بگذارن و آستین بالا بزنن و اقداماتی را انجام بدن. متاسفانه افغانستان از این نظر دچار آسیب های فراوان هست و وزارت بهداشت فعلی افغانستان با تمام تلاشی که انجام میده به خاطر محدودیت هایی که برشان وجود داره از پس برآوردن همه نیازهای صحی و بهداشتی سطح کشور شاید بر نیاید. به این خاطر ما این عنوان میکنیم که نیازمندی شدید وجود دارد در این قسمت به توجه سازمان‌های صحی و نهادهای بشردوستانه. بله، از شما سپاسگزارم و مطمئنم بیننده‌های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل.